خب سهرا، اگر بخوایم از افغانستان حرف بزنیم، از چی باید حرف بزنیم؟ به عنوان یک فیلمساز زن فکر میکنم از داستانهای افغانستان باید حرف بزنیم، از قصه های نگفتش، از قصه های بکری که متاسفانه به دلیل اینکه افغانستان در یک جغرافیایی قرار داره که همیشه در مورد افغانستان از بعد سیاسی صحبت شده، از بعد جنگی صحبت شده، یعنی کشور همیشه در جنگ. بنابراین خیلی از قصه ها، خیلی از داستان های بکر که میتونه ریشه های فلسفی، ریشه های مردم گرایانه، ریشه های اجتماعی و حتی ریشه های خیلی خیلی عمیق فکری داشته باشه رو نتونیم به تصویر بکشیم، نتونیم بنویسیم. یعنی معذرت میخوام، افغانستان هنوز حرف نگفته زیاد داره؟ اصلا من فکر میکنم افغانستان و داستانهای افغانستان و قصه های افغانستان کلن نگفته است. به عنوان یک فیلم ساز؟ بله، انقدر نگفته است که من باور دارم که سالها فیلمسازان افغانستان اگر فضای مساعدی ایجاد بشه، قصه های زیادی دارن برای گفتن و برای تقدیم کردن به نه تنها دنیای سینمای جهان، بلکه ادبیات، شعر. افغانستان هنوز خیلی بکره، هنوز خیلی کشف نشده و متاسفانه این کشف نشدن بیشتر دلیلش همون موقعیت ژئوپلیتیکی که درش قرار داره، هم موقعیت جغرافیایی که درش قرار داره، یعنی بیشتر سوژه رسانه‌ای شده، در حقیقت مسائل سیاسیش فقط. من احساس میکنم سوژه کلیشه های رسانه‌ای شده و افغانستان بیشتر تیتر بوده تا عمق، تیتر چند روزه، چند خبر، ولی عمقی که یک داستان یا یک قصه هایی که عمق و به طور عمیق بیان بشه متاسفانه هیچ وقت فرصت داده نشد و اگر فرصتی هم بود بسیار فرصت‌های کم و اندک بود. میشه گفت شما دنبال همین پیدا کردن یا یافتن و به اصطلاح مشاهده کردن اینا برگشته بودین به افغانستان؟ بله، من سال 2012، تابستان 2012 وقتی درسم تمام شد، خیلی موقعیت خوبی داشتم که در اروپا بمونم، کار بکنم. فیلم های کوتاه زیادی رو ساخته بودم که جایزه برده بود، فیلم های مستندم و حتی در همون سال 2012 من جایزه آکادمی کشور اسلوواکی رو به خاطر یک از فیلم هام دریافت کرده بودم. اما احساس میکردم که قصه های مثلا یک کشور اروپایی مثل اسلوواکی قصه های من نیست، دغدغه من نیست و من هم نمیخواستم یه فیلمساز مهاجر کلیشه‌گرا باشم. همون کلیشه های موجود تحت تأثیر رسانه و بله، و دوست هم نداشتم که مثلا برم افغانستان یه داستانکی رو بسازم و بعد دوباره بیام در اروپا زندگی کنم، باز برم افغانستان. اصلا دوست نداشتم نگاه توریستی هم داشته باشم. من از لحاظ فیلمسازی سبکم سبک خیلی مشاهده‌گره. نیاز دارم که با انسان‌ها بشینم، صحبت بکنم، ببینم چه اتفاقات پیرامونم رو خودم با چشم‌های خودم ببینم. به خاطر اینکه من خیلی به رسانه‌ها و تیترها خیلی نه علاقه دارم، نه اعتماد دارم. به همین خاطر هیچ وقت تلویزیون نگاه نمی‌کنم. هیچ وقت نمی‌دونم چه برنامه‌های در یک تلویزیون، در یک شبکه تلویزیونی میشه. همین و همین خاطر تصمیم گرفتم برگردم افغانستان و مشاهده کنم با چشم های خودم و قصه های پنهانی رو که رسانه ها در رسانه ها نیست و آنچه که دنیا در مورد افغانستان و مردم افغانستان و آن سرزمین نمیدونن رو به تصویر بکشم. شما بعد از چند سال برگشتین افغانستان؟ من اصلا خب من از نسل مهاجرت هستم. زاده ایران بودم؟ بله، من در ایران به دنیا آمدم، از نسل دوم مهاجرت هستم. بعد 16-17 سالم بود که اروپا رفتم، درس خوندم. درست. و بعد سال 2012 تقریبا میشه گفت که رفتم افغانستان و همه چی رو از نو شروع کردم. در این بین
سالهای 2006 2007 مسافرت کرده بودم، سفر داشتم به افغانستان. یک فیلم مستندی را هم ساختم به اسم زنان افغان پشت فرمان رانندگی که فیلم خیلی موفقی بود. همون اولین رفتن من در سال 2006 به افغانستان فکر میکنم که نخستین جرقه ای بود که بعداً اون جرقه تبدیل به یک تصمیم خیلی قطعی شد در سال 2012 که من باید برم افغانستان. اولین برخوردتون با افغانستان چطور بود؟ چون اونجا به دنیا نیومده بودی، قصه هایی شنیده بودی، دنبال سرزمینی میرفتی که ریشت اونجا بود، چجوری باش برخورد کردی؟ خب من دو تصویر از افغانستان داشتم. یک تصویر از خاطرات مادر و پدرم داشتم که تصویر خیلی رومانتیک و زیبایی بود. همه چیز خیلی انقدر زیبا بود که فکر میکردین که بهشت یا همون مدینه فاضله افغانستانه و یا مثلا همون روستایی است که مادرم مثلا در بدخشان ازش حرف میزد یا پدرم. بعد یک تصویر دیگه بود که رسانه ها بیرون میدادن، ویرانه. کاملا یک میشه گفت که دیگه مدینه فاضله نبود، برعکس مدینه فاضله بود و ویرانه بود. ویرانه ای که یک شهری که نه در داشت، نه پیکر داشت، نه هویت داشت. وقتی به افغانستان من سفر کردم سال 2006، نه اون مدینه فاضله خاطرات پدر و مادرم رو پیدا کردم و نه اون ویرانه رو. یک چیزی بین این دوتا بود. یک شهری که انگار کابل رو، من دارم در مورد کابل صحبت میکنم، کابل رو یک شهری یافتم که انگار خیلی تقلا داره که از میان یک فروریختن بسیار شدید، یک فروپاشی، یک درهم ریختگی دوباره استوار بشه. دست و پا زدن یک شهر رو دیدم و مردمی که در اون شهر در واقع تقلا داشتن که دوباره یک روح جدیدی به زندگی ببخشن. خب این برای من خیلی جذاب بود، برای من خیلی اصلا منو میکشید طرف خودش، به خاطر اینکه من خودم اگر فکر بکنم به سرنوشت خودم، من همیشه دست و پا می زدم برای اینکه برخیزم و جان بدم و به زندگی معنی بدم به عنوان یک فرد، به زندگی خودم. کابل رو مثل خودتون دیدین؟ کابل رو مثل خودم دیدم. به همین خاطر شاید جذب شدم و بار بار برگشتم از بین 2006 تا 2012 که 2012 بعد کاملا یک برگشت همیشگی بود. و بعد من از 2012 تا 15 آگوست 2021 اونجا زندگی کردم، یعنی بود و باشم، خونم و اونجا از صفر شروع کردم همه چیز شروع کردم به خاطر ساختن، شروع کردم به، میدونین من الان وقتی به کابل فکر میکنم در این روزها بعد از اینکه کابل سقوط کرد، گاهی اوقات خودم رو سرزنش میکنم که چرا اینقدر تو در خیابان‌های کابل راه رفتی، تو نباید راه می‌رفتی در خیابان‌های کابل. چون من عادت داشتم صبح‌ها خیلی راه می‌رفتم، خیلی پیاده روی می‌کردم. دنبال چی می‌گشتی؟ و من اون راه رفتن باعث شد که من کابل رو خیلی خوب بشناسم. دنبال چی می‌گشتی؟ دنبال اون گوشه‌های پنهان شهری که یک لانگشات خیلی عجیب و غریبی داشت و من دنبال اون جزئیات، اون مفاهیم کوچکی میگشتم که شما فقط با مشاهدگری خیلی عمیق، با ایستادنها، با مکس کردنها شما میتونی اون رو پیدا بکنی. شما نمیتونی از پشت توی ماشین بشین، از پشت شیشه به اون چیزها بنگری یا در یک زندگی لوکس و بی‌دغدغه خودت رو در غرق بکنی و بخوای که مثلا از فاصله دور اونها رو ببینی. در کابل بعضی از واقعیت‌ها، بعضی از قصه ها، بعضی از داستان ها رو شما باید میدونین بری جلو و زوم بکنی با چشمهات و ببینی. و من سالها در این تقریباً
هشت نه سالی که اونجا زندگی کردم انقدر پیاده رفتم کوچه پس کوچه های کابل و محله های کابل و خیابان های کابل و کتاب فروشی ها یا مثلا بازار و همه گوشه و کنار که الان همه اون راه رفتن هام همه اون پیاده رفتن هام تبدیل به خاطره های خیلی تصاویری که در ذهنمه. به همین خاطر وقتی من اومدم کردستان اومدم دهوک شب اومدم شب رسیدم صبح وقتی از خواب بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم یک دفعه انگار فکر کردم تو یکی از شبیه یکی از محله های کابل هست که من گویا از پنجره خونه دوستم دارم بیرون نگاه میکنم. بعد همون لحظه یک نوشته ای را هم نوشتم، مثل این میموند که رفته باشی خونه اسمت و از پنجرهش به خوشحال خان چارای قنبر نگاه بکنی. یعنی اینا چیزایی هست که به هر حال در اثر اون مشاهده گری هایی بوده. درسته. ببین من یه تجربه ای دارم تو همین شهر دهوک. من سال 98 اولین بار بعد از شاید بگم 25 سال برگشته بودم به وطن خودم، توی همین دهوک یادم هستش که توی هتل میخوابیدم و من یک شب تصمیم گرفتم که تا صبح بشینم بعد قبل از اینکه سپیده بزنه بیدار شدن شهر رو ببینم و اون موقع من زدم بیرون. یعنی دیدم اول نونوایی ها باز شدن بعد صدای شهر انگار شهر بیدار شد. بله. و این چیزی بود که همیشه تو ذهن من موند. به این خاطر میپرسم که اون تصاویری که الان حالا که فاصله دوباره افتاد بین شما و افغانستان، تصاویر در حقیقت تو ذهنتون بهتون حمله ور میشن یا شما به طرف اونا میری؟ گاهی تصاویر به من حمله ور میشن، گاهی من به طرف اونها میرم. تصاویر زمانی به من حمله ور میشن که من در یک جای شبیه اونجا قرار میگیرم. دهوک اذیتتون میکنه؟ من باورتون میشه که جشنواره دو تا چی گذاشته بودن بازدید از یه جاهای دور اطراف و من نرفتم. ترسیدین؟ من نرفتم به خاطر اینکه دوست ندارم وقتی از دهوک برمیگردم سفر تلخ بشه. تلخ نه اینکه مثلا سفر بعد تلخ، یعنی تداعی کننده تلخی ها، و نه یک تلخیه که بعدا میدونم خیلی اذیت خواهم شد، چون به همون خاطر نرفتم. اوکی. حالا برگردیم به اینکه شما توی افغانستان موندین، سال 2012 رفتین اونجا و ماندگار شدین، بعد چیز مؤسسه افغان فیلم و مثل این که... نه من افغان فیلم دولتیه. خب افغان فیلم مثل بنیاد فارابی ایران مثلا یا مثل بنیاد سینمایی کلی یک کشور هست. من وقتی رفتم یک مستندی رو ساختم به اسم پرلیکا، اون رو خلاص کردم. در مورد یه خانومی بود که در دوره‌های مختلف مدافع حقوق زن بود، ولی هیچ وقت هر چقدر این بیشتر در هر دوره خودش رو راه خودش رو پیدا میکرد به همون اندازه خشونت بر علیه زنان بیشتر میشد. بعد ما شرکت چند رسانه کاپیلا رو راه انداختم که هدفم اون بود که بتونم هنرمندا، فیلمسازا، نقاشا اینها رو یا کسایی که مثلا کارهای هنرهای مدرن انجام میدادن رو پشتوانی بکنم. بعد از یک مدتی خسته شدم از این دوست دیگه. احساس میکردم من یه عادتی دارم که متاسفانه یا خوبه یا بده، من وقتی وارد یک کار میشم با باور عجیبی وارد اون کار میشم، یا کلن رابطه کار یا هر چیزی وقتی آغاز میکنم هر آغاز من همراه با یک باوره و وقتی اون باور در من بشکنه من رها میکنم حتی اگر بهترین موقعیت رو داشته باشم. موانع باور میشکنه برش؟ نه موانع نه، یک سری ارزش ها، یک سری سوالات. من همیشه از ایجاد یعنی از تولد سوال در مغزم میترسم
به خاطر اینکه من میدونم که اون من رو به چالش میکشه این سوال، و اون سوال ها وقتی که به چالش بکشه بعد من در دوراهی حفظ اصول ها و ارزش ها و قرار میگیرم، و بعد من میدونم که من همیشه دوست دارم که اون اصول ها رو حفظ بکنم، اون ارزش ها رو حفظ بکنم و باید دوباره از دست بدم. یک نوع پرفکتیست؟ شاید، نمیدونم. مثلا من توی کاپیلا متوجه شدم که اگر من بیشتر ادامه بدم، یعنی در اون شرکت فیلمسازی، من تبدیل به ماشینی میشم که گویا فقط ددلاین ها رو دنبال میکنم و از یک ددلاین به ددلاین دیگه میرم و اصلا فرصت نمیتونم که ثمره کار خودم رو، ارزش کار خودم رو ببینم. و من آدم شرکتی نیستم، من هنرمندم، یک هنرمند آزادی هستم که و تکرو هستم. من آدمی نیستم که یک کسی بیاد به من بگه این ددلاینه و اینو میخوام، در حالی که من میدونم یک جای اون کار میلنگه و باید حرفم رو بزنم. بنابراین سال 2015 عملا بستم. نام کشیده بود، خیلی معتبر بود، میتونستم پروژه های خیلی کلانتری رو بگیرم. منظور از پروژه ها هم رسانه‌ای، هم تولیدی، هم هنری، اما دیگه باور نداشتم. احساس میکردم دارم تبدیل به یه ماشین میشم و من از ماشین شدن متنفرم. بعد باید فیلمم رو میساختم، فیلم بلند سینماییم رو، و متوجه شدم که دنیا در حال حاضر از افغانستان و از داستانهای افغانستان یک سری کلیشه ها رو میخواد و اون موضوعاتی که ما میخوایم بگیم یا من میخوام بگم به عنوان یک فیلمساز برای اونها جذابیتی نداره. اونها اگر میخواین راجع به زن افغانستان شما فیلم بسازین، یا از شما میخوان که اون زن قربانی باشه یا قهرمان باشه، اونها اون فیگور یا اون زن ما بین این دو سیاه و سفید رو نمیبینن، اون زن خاکستری رو دوست ندارن ببینن. نگاه هالیوودی. و همچنین اگر در مورد کابل میخواین صحبت کنین، در مورد افغانستان میخواین صحبت بکنین، حتما باید درش انفجار باشه، انتحار باشه، حتما سیاهی باشه، حتما بدبختی باشه. اما 33 میلیون انسان در افغانستان زندگی میکنن و احساس میکنن بعضی های اونها مسائلی دارن که میتونه مسائل کاملا جهانی باشه، و از این 33 میلیون 51% خانم ها و زنان هستن و از جمعیت افغانستان 70% جوان زیر 30 سال هست. بنابراین همه اینها داستانهای دیگه ای دارن، دغدغه های دیگه ای دارن. دغدغه زن افغان دیگه برقه نیست که برقه یا سرش بکنه یا نکنه، یا دغدغه زن افغان خیلی مسائل دیگه ای که ممکنه خیلی جهانی باشه هست. بنابراین من وقتی حوا مریم عایشه رو نوشتم، ایده های اولش رو، مطمئن بودم که اگر من بخوام دنبال تهیه کننده خارجی بگردم یا بخوام با این شرکت های تهیه کنندگی بخوام وارد یک سری تعامل و گفتگو بشم، سالها طول خواهد کشید. بنابراین گفتم من این فیلم رو مستقل میسازم. بنابراین وقت برای مستقل ساختن، یعنی برای مستقل بودن، من نیاز به یک مبلغی داشتم و بهترین راه این بود که من باید در یک ارگانیزیشن یا در یک سازمان یا در یک دفتر خارجی با کار بکنم. بنابراین وارد یونیسف شدم، یعنی به عنوان مدیر رئیس بخش ارتباطات یونیسف شدم در زون مرکزی، با یک باوری که هم از علمم، از دانشم برای کودکان افغانستان، انعکاس داستانها و قصه های کودکان افغانستان کمک میکنم، همین که فرصتی میشه که من بیشتر بفهمم که چه اتفاقی مثلا سازمان های مثل UN یا سازمان ملل، اینها چه کارهایی در افغانستان میکنن. کار کردن در یونیسف به من این فرصت رو داد که خیلی در اطراف افغانستان مسافرت بکنم، بشناسم. به دهات‌های خیلی دور رفتم، به روستاهای خیلی دور رفتم و در این حال با مردم صحبت کردم، با زنها، با خانومها، با مردها، و
ولی خب یک حقیقت تلخ دیگه ای هم در کار با یونیسف من دریافت کردم که متاسفانه اونجا هم همش ددلاین و همش پروژه و هست و کمترین توجه به همون مسائلی که ما به خاطرش رفتیم انجام میشه. به همین خاطر وقتی اونها چون من از کارم خیلی راضی بودن، زمانی که به من پیشنهاد دادن که من رو یک لول بالاتر ببرن، فرصت‌های بیشتری بهم بدن، من استعفا دادم. یعنی 1.5 سال بعد، تقریبا 2 سال بعد من استعفا دادم. گفتم نمیخوام کار بکنم. یادم رئیسم یه خانم از کره جنوبی بود، با من 1 ساعت صحبت کرد. گفت چرا؟ گفتم من فکر میکردم شما کودکان افغانستان رو نجات میدین، اما احساس میکنم بیشتر کودکان افغانستان هیچ سودی از خیلی از پروژه ها نمیبرن. جنبه ظاهری داره، فرمالیته است. مثلا خیلی ها مثلا کودکانی بودن که در روستاهای دوردست از سوء تغذیه داشتن رنج میبردن، اما اینجا مسئول بخش سوء تغذیه معاش یا حقوق تقریبا 25 تا 30 هزار دلار می گرفت در ماه، نیمه ماه مریض بود، نیمه ماه حوصله نداشت، نیمه ماه و اون برنامه اجرا نمی شد. کل این منطقه هم بعد اینا من احساس کردم این خیلی برام چی بود، سخت بود که من نمیخوام وارد این سرکل بشم. و خودم رو مسئول دونستم و زدم بیرون و فوکس کردم روی نوشتن فیلمنامه هوا مریم عایشه. و هوا مریم عایشه رو بالاخره با کمک خواهرم، خانواده‌ام، پسرای خاله‌ام، اینا همه پول جمع کردیم ساختم و فیلم رو هم پست پروداکشنش رو در ایران انجام دادم. در عین ساخت فیلم هوا مریم عایشه من متوجه شدم که افغان فیلم تنها سازمان سینمایی افغانستان، درش یک فساد عجیب اداری وجود داره. که عجیب نیست. بله. و اینکه به من به عنوان یک فیلمساز اصلا کمک نمیکنه که من فیلم بسازم. بعد من پیش خودم گفتم که مگر امکان داره که یک سازمان اینقدر فاسد باشه؟ وقتی که در همون زمانی که من در پست پروداکشن فیلمم بودم، اینها رئیس اون سازمانو در واقع تغییر دادن. اوکی. و اعلان آزاد کردن که هر کسی میخواد میتونه در امتحان بده. بعد من دل نادل سی ویمو فرستادم و امتحان دادم و تنها کسی بودم که در امتحان قبول شدم. اوکی. و وارد افغان فیلم شدم. افغان فیلم رو به من وقتی تحویل دادن، یک اداره فرسوده، خاک خورده، ما یک اصطلاحی داریم که خاک خورده و باد برده. در واقع یعنی یک اداره خاک خورده و باد برده رو به من داده بودن و از من میخواستن که دوباره این رو سرپا بکنی. مثل همون باز یک چالش جدید، باز یک سرپا، دوباره سرپا ایستادن. خب من 2 سال و خورده کار کردم و خیلی زحمت کشیدم، به اضافه یک سری افرادی که با من در کنار من کار کردن. تعداد ساخت فیلم ها رو بالا بردیم، جشنواره ملی رو بنیانگذاری کردیم، جایزه ملی سینمای افغانستان رو بنیانگذاری کردیم، پالیسی سینمای افغانستان رو پیشنویس کردیم، افغان فیلم رو وارد بودجه سینمایی کردیم. بعد سعی کردیم ادبیات افغانستان رو نتیجه داد؟ داشت نتیجه میداد که نشد، به خاطر اینکه من یه برنامه 5 ساله نوشته بودم که سال اول رو با موفقیت تمام کردون وارد سال دوم شده بودیم. اوکی. که متاسفانه طالبان اومد. از سقوط افغانستان کابل حرف بزنیم، شما اونجا بودین و سقوط کابل در یک روز عادی در بین تمام روزمرگی های انسان های خبر داشتین کابل. که دارن به کابل حمله میکنن؟ نه، اتفاق افتاد، این سقوط اتفاق افتاد. من در بانک بودم، میخواستم برم سر کار، قبلش گفتم برم بانک و در بانک خیلی منتظر نشستم چون پول از بانک مرکزی نیامده بود.
و یک دفعه طالبان وارد شهر شد در 15 آگوست. منتها حالا که از فاصله دورتر به ماجرا نگاه میکنم، احساس میکنم این سقوط در طولانی مدت اتفاق داشت میافتاد، انگار تکه 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 اتفاق افتاده بود، فقط کابل آخرین اون، یعنی ناگهانی نبود. ناگهانی نبود به خاطر اینکه 6 ماه قبل از سقوط کابل کشتارها شروع شده بود. البته در طول 20 سال انتحاری و انفجار اینها بود، اما 6 ماه آخر کاملا کشتارهای هدفمند شروع شده بود. خبرنگاران رو میکشتن، زنای فعال رو میکشتن، سینماگرا رو میکشتن، دو تا از کارمندای منو کشتن. تهدید بود، لیست های سیاه میومد بیرون، مهاجرت خیلی شدید شده بود، یک هر روز 3-4 تا انفجار بود، مثلا بمب های زیر ماشین و این چیزا میذاشتن. سفارت ها اعلان کرده بودن که سفارت هاشون رو میبندن. آمریکا اعلان کرد که نیروهاش رو بیرون میکنه. پروسه صلح با طالبان به بن‌بست رسیده بود، طالبان عملا داشت وقت کشی میکرد، ولایت های کابل دانه دانه داشتن سقوط میکردن، روستاها، جنگ سالارهایی که مدعی بودن که همه این سالها اونها از افغانستان دفاع میکنن، دانه دانه افغانستان رو ترک کردن، شهرها تسلیم داده شد و همه اینها، تا اینکه کابل هم خیلی آرام و بی سر و صدا انگاری که شما چند روز در بعد از سقوط کابل موندید؟ من چند روز نموندم. من همون دقیقه که کابل سقوط کرد رفتم خونه، وسایل چیمو برداشتم و برادرزادهامو گفتم بریم. من 2 روز تقریبا توی فرودگاه بودم تا بتونم به یک پروازی خودم رو برسونم و اومدم بیرون، به خاطر اینکه من نمیخواستم وجود من باعث آزار رسیدن به برادرم و دخترهاش بشه. و اونا رو هم خارج کردم، همه رو برداشتم. خب 5 تا دختر داره برادرم، اونها رو هم با خودم برداشتم. بعد اونها مشکل پاسپورت و ویزا و اینا، اصلا اونجا وقتی شما فرار میکنین مسئله ویزا و پاسپورت و اینا نیست. ببینین تخلیه افغان ها از میدان هوایی کابل یا فرودگاه کاملا، فقط شما هر پروازی رو که میدیدین فقط سوار میشدین. اونجا نه کنترل پاسپورت بود، نه کنترل اینکه از کجا هستی. تصویرا رو دیدیم که مردم آویزون شده اصلا بود. چیز نیست اونجا، یعنی یک نوع گریز بود. بعد درست فرودگاه موندین؟ بله. میتونین یه خود فضای فرودگاه رو برامون بگین تو اون موقعیت که فضای فرودگاه؟ همه شما ها از رسانه ها دیدین دیگه، مردم هجوم می آوردن، مردم دنبال راه نجات بودن، مردم میخواستن از افغانستان برن، مردم ترسیده بودن به خاطر اینکه ما خاطرات خیلی بدی از طالبان در سالهای 96 داریم و همچنین در این مدتی که در حال تسخیر شهرها و ولایتها و روستاها بودن، خیلی کشتارها انجام دادن. بنابراین مردم همه میترسیدن، مخصوصا اونهایی که با دولت کار کرده بودن، مخصوصا اونهایی که هنرمند بودن، روشنفکر بودن، نویسنده بودن، اهل تفکر بودن، کسانی که با خارجی ها کار کرده بودن، همه اینها میترسیدن. یک ترس و وهم و یک فضای عجیبی بود، انگاری که شما آخر و زمان رو ببینید. بعد فرودگاه به دست طالبان نیفتاده بود؟ نه، فرودگاه تا تقریبا چندین هفته به دست آمریکایی‌ها و ترک ها بود. اون وقت شما خارج شدین، کجا رفتین اول؟ من رو کشور اوکراین کمک کرد و همچنین کشور اسلوواکی، چون من عضو آکادمی فیلم و فیلم اسلوواکی هستم. ما به اوکراین رفتم و بعد از اوکراین، چون خانواده من در کانادا هستن، برادرم اینها شامل برنامه مهاجرت کانادا شدن که اونجا الان منتظرن، قبول شدن میرن. من خودم برگشتم اسلوواکی و بعد پیشنهاد کار به من شد که به روم برم، به در مدرسه ملی فیلم روم درس بدم
و تقریبا من دیگه ماه اکتبر رفتم روم و شروع کردم به درس دادن. الان فکر میکنی از شوک خارج شدن از کابل رها شدین؟ نه، من فکر ببینین این شوک، این اندوه، این غم و این غم درونی عجیب به مرور زمان خودشونشون میده. من میفهمم از خصلت‌های خودم در این اواخر میفهمم تبدیل به یه آدم خیلی تلخی شدم و از جمع گریزانم، از پایکوبی و شادی و خوشحالی مردم گریزانم. سعی میکنم که نرم خیلی جاهایی که مثلا خیلی خنده است، خیلی شادی است. شما وقت خانه، زندگی، وطن، سرزمین، ریشه، عاطفه، وابستگی و همه آنچه که فکر میکنین که بهتون یک معنا میده، معنای زیستن میده رو در یک چشم به هم زدن راحت نیست، از دست میدین. خب راحت نیست. من خیلی چالش ها رو قبول کردم توی افغانستان، چون زن متفاوتی بودم، چون متفاوت فکر میکردم، متفاوت زندگی میکردم، حتی متفاوت رفتار میکردم، فقط به این خاطر که باور داشتم اینکه من از نسل تغییر هستم و میتونم تغییر ایجاد بکنم، میتونم در بهتر شدن سرزمینم سهیم باشم. یک گوشهش که اسم سینماست. بعد یک دفعه شما رو در موقعیتی قرار بدن که شما همه چیز رو رها کنی، این خیلی سخته. چه چیزایی برداشتین با خودتون وقتی خواستین بریم؟ من فقط مدارک تحصیلیمو و هاردیسکمو که عکسای افغانستان داخلش بود و لپتاپمو. دیگه نمیشد، وقت نبود، فرصت نبود. من یک چیزی بهتون میگم، 20 سال تلاش که از این 20 سال حداقل 9 سالش من شامل زندگی سرنوشت من بوده، تلاش، زحمت، مبارزه، جنجال، خاطره، آفرینشگری، خلق، شکست خوردنها، دوباره برخواستنها، پیروزیها، گریهها، خندهها، 20 سال رو مگه میشه توی چمدون انداخت یا تبدیلش کرد به مگه اینها، مگه غم نمیشه؟ چمدانها محدودن، وزن دارن. من احساس میکنم که وزن همه اون چیزی که من نوعی و هزاران کس دیگه ای که به هر حال از افغانستان رفتن بیرون اونقدر سنگین بود که نمیشد توی چمدونی جا گذاشت. بعد اینکه من نزدیک چند هزار کتاب داشتم، تنها تونستم 2 کتاب رو بردارم در اون زمان. یکی سوبشون سیمین دانشور بود چون خیلی قدیمیه و یکی شرقشناسی ادوار سعید بود. این دوتا رو برداشتم و توی کوله پشتی من انداختم. همه کتاب هام اونجا موند، همه نوشته هایی که، چون من هنوز از، شاید نمیتونم بگم، از اون نسلی هم که یادداشت توی دفترچه می نویسن. هنوز با دست می نویسن. من هنوز یادداشت می کنم و دفترچه خاطرات، دفترچه نوشته هام، دفترچه، مثلا من عادت دارم وقتی کتاب می خونم یک سری قسمتاشو که دوست دارم سری می نویسم، حاشیه می نویسم. همه اونها مون دیگه، تابلوها یا خاطرات پدرم، خانه پدریم، اینها همه خیلی سنگینن. میفهمم. آخرین تصویری که از افغانستان داری الان تو ذهنتون؟ وقتی هواپیما بلند شد و من اون لانگ شات بزرگ شهر رو دیدم، اتفاقا ازش فیلمم گرفتم و هخه گریه کردم، چون نمیدونستم این رفتنم این بار برگشتی درش هست یا نیست. چون همیشه وقتی مسافرت میرفتم توی کابل، وقتی هواپیما بلند میشد و شهر
شهر رو از بالا میدیدی، از پنجره هواپیما میدیدی، من همیشه میگفتم خب برمیگردم دیگه، یه هفته دیگه برمیگردم، در روز دیگه برمیگردم، چه من چهارشنبه برمیگردم، یک شنبه برمیگردم. ولی اینجا نه شنبه ای بود، نه هفته ای بود، یعنی نه روزی. نگاهتون خداحافظی کرد با شهر؟ خداحافظی نکرد. من با کابل نمیتونم خداحافظی بکنم. حسرت بود، یک نگاه نامعلوم، کنده شدن، یک نوع اینکه تو رو به زور میخوان یک جایی ببرن. مثل اینه که میدونین، مثل یک کودکی میمونه که از آغوش مادر بخواین بکشینش بیرون. اونه. خب الان که به هر حال چند مدت گذشت؟ چهار ماه گذشته و شما با این خاطرات، با این به اصطلاح کنده شدن، با اینا حتما هنوز کنار نیومدی. آخه میدونین چرا کنار نیومدم؟ چون در این چهار ماه من به دلیل همین کار فیلمم و فستیوال ها و اینها و بعد اینکه خیلی رسانه‌ای شدم، تبدیل به یک انسانی شدم که فقط یک چمدان داره. هنوز به سوگش ننشستی؟ وقت نکردم به سوگش بشینم. همش توی راه هم. حتی خاطراتم هم که می نویسم، چون من جستار نویسی می کنم. درست. وقتی می نویسم در راه. من حتی وقتی توی روم هستم درس میدم، من احساس نمی کنم. من حتی نمیگم وقتی مادرم یا مثلا به خواهرم یا می نویسم که میگه کجا رسیدی، من نمیگم دارم میرم خونه، من دارم میگم دارم میرم اتاقم. من دیگه حتی کلمه این که دیگه خونه نداری، دیگه اصلا حتی واژه خانه رو خیلی وقت استفاده نکردم. واژه این که برمیگردم به خونم رو جمله رو خیلی وقت استفاده نکردم. شما وقتی که بی وطن میشی، وقتی که بی خانه میشی، تازه میفهمی این جمله چه مفهوم بار عاطفی و امنیت عجیبی در خودش حمل میکرده. یک زمانی آدم ها نمی فهمن تا زمانی که از دست ندن. آدم ها بار کلمات رو تا زمانی که از دست ندن نمی فهمن. آدم ها بار واژه ها، بار جملات، بار سطر ها رو تا وقتی که از دست ندن نمی فهمن. من آدم خیلی همیشه قضاوت می شدم از طرف دوستام، خانوادم، که آدم خیلی سردی هستم، خیلی تعلق خاطرم خیلی کمه، وابستگیم خیلی کمه. چون از 16 سالگیم یک دفعه کنده شدم، رفتم اروپا درس خوندم، توی فضایی هم که خیلی سرد و خشک بود و اینها. بعد من تازه متوجه شدم که عجب آدم عاطفی من بودم و نشون نمیدادم و چه وابسته ای هستم، من چه انسان وابسته ای بودم، چقدر منو یه خاک در خودش یعنی کشیده بود. من اصلا باورم نمیشه که، چون من خیلی راحت میتونم فراموش بکنم، خیلی راحت میتونم به یک سری چیزها عادت بکنم، چون اینجوری بار اومدم، هیچ وقت هیچ چیز مال خودم نبوده. بعد یه دفعه فهمیدم این وطن مال خودم بوده. یعنی تازه داشتی پیداش میکردی؟ تازه داشتم پیدا کشفش میکردم و من یکی از قصه‌گوهای این وطن این خاک هستم. من دارم سعی میکنم که این خاک رو از طریق قصه هام یا شعرم یا جستارهام یا نوشته هام معرفی کنم. بعد اینو از من گرفتن. من فرزند ندارم، یعنی و هیچ وقت هم حس این که یک پدر یک مادر چه حسی دارن در قبال فرزندشون هم هیچ وقت درک نکردم. تجربه نکردم. بعد احساس میکنم که انگار بچه هم ازم گرفتن. دلت برای خودت میسوزه یا برای خاک افغانستان؟ دلم برای خودم میسوزه. چون میخوای حرفش نزنی؟ چون من بی خاک و بی وطن شدم.
منم تجربهشو دارم، هنوزم دارم. ولی حالا که بیرون هستین و زندگی متاسفانه یا خوشبختانه ادامه داره، فکر میکنی به چه چیزی مشغول میشی تا بتونی کاری رو انجام بدی که درونت میخواد، دلت میخواد؟ من فیلم سازم، من فیلم میسازم، من مینویسم. هیچ کار دیگه بلد نیستم به جز فیلم ساختن و نوشتن. در نهایت درس دادنی که به هر حال به رشته خودم ربط داره، برای ارتزاق، برای آن یک لقمه نان ما بهش میگیم، برای نان شکم. بله، همون که شاملو میگه غم نان، همون غم نان. ولی هیچ کار دیگه نمیخوام بکنم. ولی فیلم خواهی ساخت؟ من فقط فیلم میسازم و در نهایت مینویسم. و اگر بدونم که میتونم برگردم افغانستان و کشته نمیشم، کشته نشدنم ترس از کشته شدنم به خاطر خودم نیست، به خاطر مادرمه، چون مادرم دق میکنه اگر بلای سر من بیاد. میخوام برگردم افغانستان معلم بشم. خیلی خوبه. ببین منم این تجربه رو دارم، البته الان که فکر میکنم، خب من بعد از 35-36 سال برگشتم به خاک خودم و الان 10-12 سالی هستش اینجا هستم و خوشبختانه هنوز از دست ندادم تا اون حس رو پیدا کنم. اما اینکه میگردم کشفش کنم، باش رفیق بشم، باش دوست بشم و یه جوری انگار درونی که گم کرده بودم پیداش کنم، مسلماً تجربه شما یک خورده فراتره، یعنی شما پیدا کردین و دوباره از دست دادین. فکر نمی‌کنین که اونو میشه در خودتون دوباره بسازین؟ یعنی منظورم شعار دادن چرا نیست. چرا در خود بسازین مثلا؟ نه منظورم شعار دادن نیست، منظورم اینه که ببین مثلا شعر رویایی میمونه، میگه مادر که میمیرد دیگر نمیمیرد. آخه میدونین چیه؟ یعنی ما میپذیریم و حالا دیگه در درون ما زنده است. آخه میدونین بعضی چیزا دیگه نه شعر میتونه التیام بده. التیام که نه. برای ادامه دادن. آدم ادامه میده. آدمی زخم ناسوره. آدمایی مثل ما ادامه میدن. خیلی هم ادامه میدن. خیلی هم لجبازن برای ادامه دادن. اما ادامه دادن به چه قیمتی؟ برای پرداختن به دغدغه های درونی. دغدغه رو از شما گرفتن. دغدغه رو شما رو از دغدغه کندن. چه باید کرد؟ لجباز بود. و بیار. بیار نه، بیار نمیشه. بیار نمیشه به خاطر اینکه وقتی زخم زیاد خوردی پوست کلفت میشه. پوست کلفتی با بیاری فرق میکنه. پوست کلفتی اون یه چیز دیگه است. نمیتونی بی تفاوت باشی به خاطر اینکه از خودت اون انقدر جنس اون درد، اون جنس اون غم انقدر از خودت هست، انقدر خودی هست که نمیتونی بیار باشی. بیار بودن شاید کلمه بعدی رو استفاده کردم، ولی منظورم گفتم مثل شعر رویایی میمونه، یعنی آدم مادر رو درونی میکنه که دیگه هیچ وقت نمیمیره. میشه با خاک این کارو کرد؟ میشه با کشور این کارو کرد؟ بعدی ماجرا همینه. به همین خاطر حسرت برگشت به خاک برای همه اون کسایی که نمیتونن برگردن. بدترین مرگ اینه که آدم با چشم باز بمیره، چون میدونین که در فرهنگ ما با چشم باز مردن چه معنایی داره. انتظار، حسرت، نرسیدن، یک آرزوی دست نیافته و آگاه بودن. آگاه بودن به مرگ خود. خستت کردم؟ نه، حرف بزنید. مرسی. برگردیم به فستیوال دهوک. چطور شد اومدیم فستیوال دهوک و چرا دیر رسیدیم؟ دیر خب
فستیوال دوحه که امسال برنامه مشخصی در مورد افغانستان و سینمای افغانستان داره که یکی از کارگردان‌های خیلی خوب ما آقای صدیق برمک هم اینجا هستن، هیئت داوران هست، فکر می‌کنم رئیس بخش هیئت داوران هستن، بله، و همچنین نمایش تقریباً 6 تا 7 فیلم که در 20 سال گذشته ساخته شده در نمایش میدن. یکی از فیلم‌های من هوا مریم هایش هم اینجا نمایش داره. اول اصلا نمیتونستم بیام چون دو تا جشنواره یه جا شده بود. اوکی. یکی جشنواره روم بود، جشنواره فیلم‌های مستقل روم بود که اونجا هم داور بودم، هم نمایش فیلمم بود و هم اینجا بود. بعد برای اینو نوشتم متاسفانه من نمیتونم بیام. بعد اینو نوشتن که تاریخ زر تغییر کرده. بعد نمیدونم یک دفعه گفتم برم کردستان ببینم چه خبره. بعد براشون سریع نوشتم گفتم که من ممکنه دو روز دیرتر بیام، عیبی نداره. گفتن نه به نمایش فیلمت میرسی. بعد اومدم با اینکه خیلی هم دور بود منتها اومدم. اتفاقا اینجا چند تا از دوستای قدیمیم هم دیدم، صحبت هم کردم، ولی یه چیزی در من چی شده، یه چیزی در من اینجا بیدار شده، نمیدونم چیه، شاید وقتی برگردم بدونم. منتها فکر میکنم خیلی تصمیم خوبی گرفتم اومدم کردستان رو دیدم و احساس میکنم کردها از جنس خودم هستن. شهر برام با اینکه ناشناس اما ناآشنا نیست و خوشحالم که اینجا هستم و خیلی خیلی تشکر میکنم از جشنواره دوحه که در این آشفته بازار این منطقه به هر حال همت کرده این جشنواره رو برگزار میکنن. به نظر من فیلمسازان کرد باید خیلی خوشحال باشن که یک پلتفرمی دارن که فیلمهاشون به نمایش گذاشته میشه و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که فیلمهای ما در کشور خودمون برای مردم خودمون اول نمایش داده بشه و امیدوارم مردم سپاس مند باشن، مردم بیان ببینن. و خیلی هم ممنونم که با افغانها و سینماگران افغانستان اینها همدردی کردن و نمایش فیلم های ما رو دارن. مرسی. ستم دیده های دنیا مثل این که همه شبیه همه، نه؟ ما ستم دیده نیستیم. چرا؟ من احساس میکنم که بیشتر ستم زده هستیم. فرق میکنه ها؟ آره. چجوریه؟ ما رو میزنن با ستم. دردناکه. ولی مرسی. مرسی که اومدین و مرسی که با هم صحبت کردیم. امیدوارم که بازم تشریف بیارین کردستان. کردستان مثل افغانستان استان داره ها، اینه استان داره. آره. خدا از استان ها ما رو نجات بده. آره. تا زمانی که افغانستان دوباره آزاد بشه شما میتونین اینجا رو خونه خودتون بدونین. زنده باشین قربان شما. استان داره، بیاین تو بخش استانش بشینین. زنده باشین قربان شما. افغان نکنید ولی و امیدوارم بتونین اینجا فیلم بسازین چون لوکیشن اینجا رو دیده بودین، پسندیده بودین. حالا ببینیم در آینده چجوری میشه. انشالله بخیر. مرسی سر. خواهش میکنم. ممنونم. خیلی.